درود بیکران زنده باشید خیلی ممنون که با ما همراه هستید برنامه ها رو در سطح گسترده پخش میکنید در طول هفته با شبکه های اجتماعی من در توییتر، اینستاگرام به ویژه تلگرام ما همراه هستید و خیلی ممنون دولت ابراهیم رئیسی مسئله است که این روزها خیلی سر زبان ها فشارهای اقتصادی و غیره و جراحی اقتصادی که ابراهیم رئیسی داره انجام میده و کار درستیه و دشمنم خب فرصت و قنیمت شمرده به امید اینکه بتونه یک اقتشاش دیگری به مانند, به مانند 98 رو ایجاد کنه به مانند آبان 98 یا دیماه 96 رو ایجاد کنه که بتونن یه خورد اقده علیه ایران و ایرانی خالی بکنن دشمنی که 44 سال ناامید شکست خورده افسرده در راستای در حقیقت سهیونیسم بین المللی عملگی کرده ولی توفیقی نداشته آقای ابراهیم رئیسی در این روزها دمش کم در چند روز گذشته بلند شد رفت تو میدون بهمن با خود مردم صحبت کرد اقدامات خوبی داره میکنه این حرکت خیلی خوبه در فشار حد در فشار اقتصادی که ایران توسط آمریکا بهش تحمیل شده و الان هم به خاطر جراحی اقتصادی که ابراهیم رئیسی داره انجام میده و کار بزرگی داره انجام میده البته در, در, در کنارش دهک های پایین رو داره حمایت میکنه جالب این شلوقی هایی هم که در برخی از شهرستان ها شد قشق های متوسط و روبه بالا بودن یعنی اونایی که تنگ دست هستن و دهک های پایین هستن حامی دولت ابراهیم رئیسی بودن خیلی جالبه اونایی که بازی خود وضعیتشون متوسط و روبه بالاست اینها در حوزه اقتصادی خیلی دارن اعتراض میکنن قشق های ضعیف در اتفاقا دارن از نظام و دولت ابراهیم رئیسی حمایت میکنن این هم یه نکته جالب توجهیه این هم داشته باشید یعنی خیلی از این اعتراضات که اصلا اینا که دستشون به دهنشون هم میرسه و نکته یعنی اینجا نشون داده میشه اینا دنبال پس اون بحث اقتصادی نیستن دنبال بهانه هستن برای اینکه بخوان حالا در راستای براندازی عقده های خودشونو خالی کنن ولی ابراهیم رئیسی نمیترسه در این شرایط میاد رو در رو میشه با مردم من دیدم خیلی شجاعت میخواد به عنوان رئیس جمهور تو بیای با مردمی که به حال در فشار اقتصادی هستن اینگونه رو در روشون و باهاشون صحبت کنی قول بدی گوش کنید اینو این الان به مردم دوباره نشد شو شده بیشتر از این یک همین معدو همیشه تو همه حوادث خوش شما هستن شما هست شما هست ان شاء الله به این خاطر ازن خواهش می‌کنم داد مردم این چیزی ان شاء من زنده باشم اجازه نخواهم داد که مردم دچار آسیب از این خیلی مهمه آیا ابراهیم میگه تا زمانی که من زنده هستم اجازه نمیدم بیشتر از این به مردم فشار اقتصادی بیاد و واقعا هم داره تلاشش میکنه ابراهیم رئیسی کارهای بزرگی داره انجام یعنی نظام داره در بخش اقتصادی گفتم جراحی میکنه هزاران مشکل وجود داره هزاران فساد وجود داره یه بخش شما میدونیم یه بخش شاید بیشترش شما میدونید ولی اون چیزی که خیلی از شماها نمیدونید اینه که فساد از زمانی که انسان از قارنشینی در اومده وجود داشته در همه دنیا فساد وجود داره باید با فساد مبارزه کرد ولی صرفا اینه که بگیم آقا در ایران فساد وجود داره بریم براندازی کنیم یا مثلا بخوایم کلا سیاه نمایی کنیم با این بخش من مشکل دارم من باتون با همراهی نخواهم کرد و کسانی که معترضن حامی دولت ابراهیم رئیسی هم نبودم در انتخابات و آخرش متابعت که دیدم ابراهیم آقای سعید محمد رو رد سر کردن اومدیم حمایت هم کردیم الان هم اگه برگردیم به اون زمان باز میگم ابراهیم رئیسی نبر رئیس جمهور میشد ولی داره کارشو میکنه زحمتشو داره میکشه من همراهی نمیکنم به خاطر اینکه فشارهای اقتصادی الان در تمام دنیاست فساد در همه جای دنیاست به صرف اینکه فشار اقتصادیت و فساد هست شما میخوای ریشه رو بزنید خب من اینجا همراهی نمیکنم من میگم به جای ریشه زدن من مشکل حل بشه چون شما ریشه رو بزنید ارزه این رو ندارید دیگه ریشه دیگه ای ایجاد کنید ببین شما وقتی که جمهوری اسلامی اومد و شاه و انداخت مثلا حالا فراریش داد و اینا یه ریشه رو بالاخره زد ولی این توانایی رو وجود داشت که با آقای خمینی تونستن یک ریشه دیگر ایجاد کنن این توانایی اون موقع بود اون موقع هم ریسک بود من اگه اون موقع سال 57 بودم تا آخرین قطره خونم از نظام شاهنشاهی محمد رضا پهلوی حمایت میکردم چون من نمی‌دونستم بعدش چه اتفاقی میفته من اساسا ضد انقلابم اینو یادتون باشه اگه یک نفر توی ایران ضد زد... یعنی به صورت ذاتی ضد انقلاب باشه منم من ضد انقلابم مشکل دارم با انقلاب کردن شما تمام این اپوزیسیونی که جمهوری اسلامی بهشون میگه ضد انقلاب اینا ذاتی ضد انقلاب نیستن رضا پهلوی انقلابی مریم رجوی انقلابی خانم مسیح النجات انقلابیه منتها با انقلاب 57 مشکل دارن اینا میخوان انقلاب مثلا 98 انقلاب 1401 1405 1410 1450 ای ایجاد کنند که تا اون موقع نخواهند توانست ولی ذاتا با خود معقول انقلاب مشکل ندارم من ذاتم ضد انقلابه 57 هفتم بودم ضد انقلاب بودم الان هم که 1401 ضد انقلاب کردن جدیدم اما ابراهیم رئیسی در همین شرایط وعده هایی داد و از اونجایی که ابراهیم رئیسی تا به الان هر وعده ای داده چرت و پرت هم نگفته داره انجام میده وعده های خیلی مهمی داد که من دیدم تو این شلوغی ها خیلی ها میخوان نشنوند. دوست دارم این وعده رو گوش کنیم داریم به طرفی پیش می... ما داریم به طرفی پیش میریم که هیچ ایرانی نباشه که بیمه نداشته باشه همه تحت بوشی بیمه باشن همین امروز هم کسی رو تخت بیمارستان میخوابه بیمه نیست همونجا بیمهش کنن یعنی به هیچ عنوان کسی نباشه که بیمه نباشه دارو رو بتونن به خوبی و به سهولت از این خیلی وعده مهمیه میگه آقا همه مردم ایران باید بیمه بشن اتفاق خیلی خوبیه چیزی که تو آمریکا نیست بعد میگه حتی اگه کسی یه اتفاقی براش افتاد توی بیمارستان بود بیمه نداشت همونجا رو تخت بیمارستان باید بیمه بشه داره این دولت به این سمت میره شاید هم تا آخر دوره ای آقای رئیسی به این نتیجه نرسه ولی ببین داره اقدامات اساسی انجام میده این دولت این دولت امکان داره موفق نشه ولی چشم بیگانه ندوخته داره تلاش میکنه مشکلی اساسی که من با دولت روحانی داشتم تلاش نمیکرد ببین آقای خامنه یه مثال زر گفت شما رفتید از اسپانیا باختی تو فوتبال ولی مردم تشویق آقا ما باختیم گل خوردیم از اسپانیا ولی مردم ریختن کف خیابون خوشحالی میکردن یکی هیچ باختیم از اسپانیا اگه اشتباه نکنم تو جام جهانی گذشته مردم خوشحال بودن چون ایران خوب بازی کرد ایران فوق بازی کرد تلاش کرد دعوا با دولت روحانی این بود که تلاش نمیکرد دولت رئیسی داره تلاش آقا تلاش بکن موفق نشری یه بحث دیگه است دعوا بر سر مسئولین جمهوری اسلامی بخشش اینه که آقا شما تلاش نمی کنید ولی وقتی که یکی داره تلاش میکنه نش که کردن و حمله کردن اینا عین بیمعرفتیه اگر حامی ایران هستید اگر نه اپوزیسیونید که خب فرصت طلبی دمتون گرم بهترین فرصته بدمید بر تبله براندازی بدمید بر تبل اقتشاش الان وقتش منم برانداز بودم موقعیت به این مناسبی دیگه اینجا این کجا وایسادیم اگر براندازی که کار درسته بزن بر تبل نفاق و اینا الان هم بهترین موقعیته که خر خر کنی اینا بر اون تبل بزنی اینا اگه واقعا حامی ایران هستی آقا عین بی‌معرفتیه داره تلاششو میکنه از زمانی که رئیس جمهور شده یه روز نرفته تو کاخه ریاست جمهوری بشینه همش داره تو خیابون و توی روستاها و شهرستانها داره میره مشکلات رو بررسی میکنه زیر ساختار رو داره درست میکنه حالا ادامه بیمه دریافت بکنن هیچکس مشکل دارو نداشته باشه اما داروهایی که کمیاب هستش به نحوی مشکل داشتن امروز بودجش تامین شده وزارت بهداشت اعلام کرده که این از بخشهایی بوده که انجام شده همیشه مردم مشکل داشتن بعضا من خودم مواجه شدم با یه سری از عزیزانی که مشکل دارن برای داروهایی که کمیاب هستش اینا داروهایی که مبالغ سنگین هستش نمیتونن به سهولت تهیه بکنن برای خانواده ها امکانش وجود نداره این تأمین شده به همدل خب اقنامات داره خوب میشه ولی مهمترین وعده که ایشون داره همه مردم ایران میخواد بیمه بشه این کار داره میره توی این مسیره ببینید مشکلات اقتصادی و مشکلات ایران اولا مشکلات 44 چل... ساله نیست باشه ما در 300 سال گذشته که بروکراسی اداری هم خیلی پیشرفت کرد حد حداقل میتونم بگم دوچاره استعمار خفیف شدیم حالا درسته مثل هند و اینا رسما مثلا برای طولانی مدت کشورمون اشغال سرباز بیگانه نشد ولی دو مرحله حداقل اشغال سرباز بیگانه شدیم و در طول این 300 400 سال گذشته ما به صورت پیوسته دچار استعمار خفیف شدیم از زمان ناصر شاه بگیر به این سو بگیر قبلش بگیر بعدش بگیر بعد از دوران صفویه و نادرشاه افشار ما یک افول خیلی بدی داشتیم در برابر دنیای غرب و در برابر روسیه روسیه تزاری به ویجه. روسیه تزاری پدر این مملکت رو در آورد چون بعدش که دیگه روسیه شوروی مارکسیستی که به وجود اومد بحث آمریکا پیش ما رفتیم تو دامن آمریکا دیگه شوروی مارکسیستی نتونست آنچنان اقدامی علیه ایران انجام بده ما بیشتر این ضربه رو دیگه از استعمار آمریکای انگلیسی خوردیم در پنج... در 100 سال گذشته ولی قبل از اون روسیه تزاری پدر ما رو درآورده مشکلات ایران مشکلات ریشه داری البته ما واجه میگیم مشکلات ایران یه حرف اشتباهی داریم زمین. مشکلات کره زمین کره زمین همه جاش هر نقطه ای از کره زمین دچار مشکلات عدیده است در همین جزیره قناری هزاران مشکل اقتصادی وجود داره هزاران و حتی بعضا بدتر از ایران اینا واقعیت هست. دو روز توریست تو همین جزیره نیاد این جزیره از گشنگی خیلی هم میمیرن اینا واقعیت هست. یعنی چشمشون به توریست های اروپاییست که بیان اینجا خرچ کنن اینا واقعیت هست. هر جا مشکلات خودش داره مشکلات اینا نه مشکلات 300-400 سال است. در دوران جمهوری اسلامی هم بخش قابل توجهی ای از این مشکلات حل شده از جمله بنیه دفاعی آخه ما ها خود حافظه تاریخی عموم مردم که ضعیف تاریخ هم که نخوندیم جمهوری اسلامی هم که بزنن به تخته ارزه بیان تاریخ هم نداشته که مردم بگه آقا تقیب توقی میخواد کشورتون رو بیگانه میومد اشغال میکرد ولی الان تقیب توقی چیه؟ الان میزنیم پایگاه عین رو میزنیم جواب نمیدن جواب نمیدن یه زمان حرف میزنیم کشورمون اشغال میکردن الان تو سرشون میزنیم پایگاه عین الاسد و اون گلوبال هاک و استان بقیق عربستان و هر کاری دلمون بخواد داریم میکنیم در حوزه نظامی جرأت ندارن جواب بدن اینا رو خب باید ببینیم ولی همین خب یه دستاورد بوده بنیه دفاعی خیلی هم مسائل اینکه دیگه بیگانه حد اقتصاد فاسد بین در ایران الان حاکم نیست اینا دستاورده حالا مشکلاتی دیگه ای که هست بر حل بشه با همین نظام بر حلش کرد بعد ببینیم کجا وایسادی من در جایی که وایسادم کنار ایرانه حالا بعد ببینیم بقیه اگر چون می براندازه کنار آمریکان براندازه کنار اسرائیل براندازه در رسانه سعودی نشنال هم. کجا وایسادی اگه کنار ایران وایسادی بزن کارشو بکنه دیگه داره تلاشش رو میکنه ابراهیم رئیسی 8 سال بگذره موفقم نشه من باز میگم آقا تلاشش رو کرد من حمایت کردم پشیمون نیستم تا همین الان ایشون تلاش کرده حداقل در یک سال گذشته آقا آقا تو یک سال گذشته تلاش کرده بخشی رو موفق شده بخشی هم نشده من به صرف اینکه کسی تلاش کنه در این شرایط ازش حمایت میکنم نتیجه بگیره صد برابر حمایت میکنم این موضع من و حداقل بچه هایی هست که با من دارن کار میکنن مام هم جوگیر ببین دوران مام گذشته آی مثلا بخوایم الان ببینیم نظام یه کار اشتباه کرده آی بریم مردم رو چی کنیم علیه نظام بلند شیم نه اینو من زندانش هم رفتم گرمتون برم این چیزایی که الان خیلی ها تو مسیر این داستانایی که بریم علیه حکومت تظاهرات کنیم اینا این مسیری که شما دارید میریم من خودم سالهای گذشته کتابش رو براتون نوشتم به منم کسی نمیخواد بگه چی کار کن چی کار من این مسیر رو رفتن کتابش هم نوشتم بعد دیدم نه تهش بنبست اشتباه کلا علی منافع ایرانه دیگه ما میدونیم داریم چی کار میکنیم دیگه سرد و گرم چشیده روزگارم هستیم به گونه های مختلف یه تجربه خیلی عمیقی هم پشتمون قرار داره من جوگیر نمیشم احساساتی نمیشم از دولت ابراهیمی رئیسی هم محکم تا جایی که ببینم ایشون تلاش میکنه حمایت میکنم تا به امروز هم تلاش کرده حمایت میکنم این هم خیلی مهم بود همه مردم ایران بیمه خواهند شد و من با شناختی که دارم از این دولت حداقل از ابراهیم رئیسی فکر میکنم که این وعده رو بتونه عملی کنه در این دولت اشتباه هست حتما هست آدم فاسد هست خیلی مسخر است بگیم دولت ابراهیم رئیسی همه بچه پیغمبرن خیلی مسخر است خود بچه های پیغمبر ها، خود بچه های اماما اینا پسر نو هم توشون در اومده دیگه حالا اینا داریم چیزه ای. یعنی حتی اگه کسی هم به صرف اینکه پیغمبر باشه تمام بچه‌اش دلیل نداره که پاک دست باشن پسر نوح بود دیگه با بدان بنشست <تصفح> مثال داریم میزنیم آیا در دولت رئیسی فساد نیست حتما جایی وجود داره آخه مگه میشه اینا چیزایی که ببین شما مطلق هیچ چیزی نیست اصلا این مطلق گرایی پدرتون رو در آورده بحث بر سر کلیت کلیت دولت رئیسی رو من تایید میکنم حداقل خود شخص رئیسی رو من تایید میکنم تمام پاینده ایران و بدرود دمتون گرم